درود بر همیهنان عزیز، امروز چهارشنبه 13 آذر با خلاصه اخبار و توده در خدمت شما هستم. انقلابیون عراق برای بار سوم لانه فساد و جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی در نجف را به آتش کشیدند. امانوئل مکرون که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ در لندن سخن میگفت، ترکیه را متهم به همکاری با داعش کرد. دونالد ترامپ در واکنش به انتشار فیلمی که ترودو او را مورد تمسخر قرار میدهد، خطاب به ترودو گفت او دورو است. دبیر کل ناتو در نشست سران کشورهای عضو این پیمان گفت سامانه موشکی روسیه S-400 که توسط ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد را نمی‌توان در طرح دفاعی ناتو به کار گرفت. نخست وزیر بریتانیا می‌گوید اعتراضات در ایران نتیجه افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشأت گرفته از نارضایتی گسترده مردم از جمهوری اسلامی ایران است و تأکید کرد که اعتراض‌ها او را غافلگیر نکرده است. اشکان خطیبی، هنرمند و مدرس بازیگری و تئاتر، در یک ویدئو تاکید کرد که از سال 1392 تا کنون در هیچ فیلم سینمایی بازی نکرده و همچنین از رأی خود به روحانی از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی کرد و تاکید کرد که اگر کسی به خاطر حرفهای او به روحانی رأی داده است، عذر می‌خواهد. نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، عنوان کرد ایرانیان خشونت و درد و رنجی که رژیم به آنها وارد کرده است را به راحتی فراموش نخواهند کرد. آنها همچنین آن قدرت‌های خارجی را که به رژیم یک دوره حیات اقتصادی پیشنهاد کردند را فراموش نخواهند کرد.